خارج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های هسته‌ای ایران آیا سازوکار ویژه اتحادیه اروپا مؤثر خواهد بود؟ این یک کشتی هست که توش نشستیم. اگر شما بخشی از کشتی رو تخریب کردید، همه کشتی با هم غرق میشه. توافقی که روحانی همه سرمایه‌هایش را خرج آن کرد، آیا ایران میتواند کشتی برجام را به ساحل برساند؟ و روابط ایران و عراق در سایه اربعین، آیا ایران دارد نفوذش را در عراق از دست میدهد؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. با وجود تصمیم آمریکا به خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های هسته‌ای ایران، طرف‌های دیگر این توافق تأکید کردند که در آن می‌مانند. در این میان اتحادیه اروپا از بقیه فعال‌تر بوده و حتی اعلام کرده سازوکار ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌های آمریکا طراحی می‌کند. بهرنگ تاجدین در گزارشش توضیح می‌دهد که این سازوکار ویژه چیست و چقدر ممکن است مؤثر باشد. از آغاز جدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در سال 2010، اتحادیه اروپا خود را در مقام رهبر مذاکرات می‌دید. طرف مذاکره ایران نه 5 به علاوه 1 که 3 به علاوه 3 بود. 3 کشور عضو اتحادیه اروپا و 3 عضو دائم دیگر شورای امنیت. وقتی پس از سالها مذاکره توافق برجام به دست آمد، اروپایی‌ها آن را دستاوردی برای سیاست خارجیشان می‌دیدند. ولی با این فرمان دونالد ترامپ، آمریکا برجام را ترک کرد و روند بازگشت تحریم‌ها آغاز شد. از آن زمان گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا از سر گرفته شد تا راهی برای نجات برجام پیدا شود. الان اروپایی ها عملا از این تصمیم آمریکا به شدت ناراحتن و میخوان به آمریکا این نکته رو ثابت کنن که ما بدون چون و چرا پشتیبانی و دنبال روی تصمیمات شما نخواهیم کرد و این تصمیم شما غلط بود و از ما همه کاری میکنیم برای اینکه تصمیم شما رو به یه جوری نتیجه معکوس بده. لندن پایتخت مالی اروپا است و مقر خیلی از بزرگترین بانک ها و مؤسسات مالی دنیا. به خاطر تحریم‌های آمریکا اما این مؤسسات حاضر نیستن نقل و انتقال پول واردات یا صادرات ایران را انجام بدن. بدون امکان ارسال یا دریافت پول، نه تجارت ممکنه و نه سرمایه‌گذاری در ایران. به همین خاطر که اتحادیه اروپا به دنبال پیدا کردن جایگزینی برای بانک‌هاست. با توجه به اضطرار موضوع و نیاز به نتایج عملی، طرفین از پیشنهادهای عملی برای حفظ کانال‌های پرداخت استقبال کردند. مخصوصاً از طرح ایجاد یک سازوکار ویژه برای صادرات ایران از جمله نفت و همینطور وارداتش. در شرایط عادی ایران میتوانست مثلاً به یونان نفت بفروشد و پولش را از طریق بانکی در لندن دریافت کند. و بعد با این پول از آلمان خودرو یا محصولات دیگر وارد می‌کرد. ولی تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به این شبکه را قطع کرده. سازوکار ویژه اتحادیه اروپا ممکن است به این صورت باشد که مثلا یونان پول نفت وارداتی از ایران را به این سازوکار بدهد و در مقابل تولید کننده آلمانی در مقابل صادراتش به ایران از این سازوکار پول یا اعتبار بگیرد. جزئیات دقیقش هنوز مشخص نیست ولی یک اشکال آن معلوم است. یعنی وقتی که شما پول نقد تو جیبتون باشه بخواید برین خرید کنین، ممکنه انتخاب‌های بیشتری داشته باشین تا اینکه مجبور باشین از مجرای این سازوکار ویژه فقط با یک سری تولید کننده ها و به یک سری هم شرکای تجاری خاص مواجه داد و ستد داشته باشین. پس بنابراین خونسا نمی‌کنه تحریم ها رو، ولی یک مجرای برای نفس کشیدن از نظر اقتصادی واقعا برای ایران باقی می‌ذاره، فقط همین. به جز آمریکا و اتحادیه اروپا، چین و روسیه هم در توافق هسته‌ای حاضر بودند. ایران امیدوار است این دو کشور و دیگر شرکای تجاریش هم با استفاده از سازوکار ویژه فشار تحریم‌ها را کاهش دهند. مثلا صحبت بر این هست که شاید ایران بتونه مقداری از نفتش رو به روسیه بفرسته، این نفت در اونجا تبدیل به فرآورده‌های نفتی بشه و به اروپا صادر بشه. یعنی انتقال نفت از ایران به اروپا به واسطه روسیه انجام بشه. اگر بحث بر سر 100 هزار یا 200 هزار بشکه نفت باشه،
یه چنین سازوکاری رو بشه تصور کرد. اما گمان نمی‌کنم که روسیه این قابلیت رو داشته باشه که شاید بیش از 500 هزار بشکه در نفت رو بتونه مورد فرابری قرار بده. مقام های آمریکا البته گفتند جلوی سازوکار ویژه می ایستند. اتحادیه اروپا تو حرف زدن قویه، تو عمل ضعیف. ما پیشرفت این سازوکار رو که هنوز وجود نداره و تاریخ راه افتادنش هم معلوم نیست زیر نظر داریم. اجازه نمیدیم اروپا یا هر کس دیگه تحریم هامون رو دور بزنه. البته سرشاخ شدن با اتحادیه اروپا ممکن است برای آمریکا هزینه داشته باشد. اگر بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی دخیل این سازوکار بشن، هزینه سیاسی این کار برای آمریکا بیشتر خواهد شد. ولی با این حال، با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ به دنبال این هست که حد اکثر فشار رو در حد اقل زمان ممکن بر ایران اعمال بکنه، باید هر انتظاری رو از وزارت خزانه‌داری آمریکا داشت. ولی تبادلات مالی بین المللی ایران با یک مانع جدی دیگر هم مواجه است: لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. دولت ایران در چند ماه گذشته در میان مخالفت‌های تند و تیز اصولگرایان و با دادن هزینه سیاسی بالایی با ارائه 4 لایحه تلاش کرده شروط FATF را برآورده کند، به این امید که راه برای سازوکار ویژه باز شود. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایید. البته شاید اروپایی‌ها دلایل دیگری هم برای اصرار به اجرای شروط FATF داشته باشند. پیوستن ایران به FATF باعث میشه که عملاً بسیاری از فعالیت‌های در سایه اقتصادی ایران، مثل مثلا حمایت‌های نظامی از گروه‌های مختلف منطقه، تحت کنترل در بیاد. و این خب به نفع اتحادیه. در شرایط تحریم معمولا برخی از سازوکارهایی که در داخل کشور به وجود میاد برای دور زدن تحریم ها به شدت فسادزا هستند، و بنابراین اینکه شبکه مالی کشور از شفافیت بیشتری برخوردار باشه، این امکان رو فراهم میکنه که حتی اگر ایران بتونه تحریم ها رو دور بزنه، لااقل سرمایه هایی که از این راه به دست میاد از طریق فساد از بین نره. ایران و اتحادیه اروپا به خوبی به خاطر دارند که چه راه دور و درازی طی شد تا توافق هسته‌ای به دست آمد. چالش پیش رویشان جلوگیری از بازگشت زمان به عقب است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. برجام برای دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چیزی بیش از یک توافق است. بیراه نیست اگر بگوییم توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی سنگ بنا یا میراث دولت روحانی است. میراثی که به راحتی به دست نیامده و حاضر هم نیستند به همین راحتی از دستش بدهند. اما دولت روحانی برای حفظ برجام تا چه حد حاضر است فشار حاصل از تحریم‌ها را تحمل کند؟ مجید افشار در گزارشش ابتدا نگاهی انداخته به مسیر پرپیچ و خمی که برجام تا به امروز طی کرده. شعار ما این است: سانتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد. Never ever ever in my life هیچ وقت هرگز تو زندگیم توافقی بدتر از توافق هسته‌ای با ایران ندیدم. As our deal with Iran. کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقل میکنیم. خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. در برجام ما یه دستاوردهایی داشتیم که اون دستاوردها هست، هیچ وقت از بین نمیره. برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانیه، دستاوردی جدی و ملموس که به یک دهه تنش با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران پایان داد. اما برجام برای دولت حسن روحانی چیزی بیشتر از یک معاهده بین المللیه.
یک توافقه که باید حلال کلی از مشکلات کشور باشه. قدرت‌های جهانی و ایران برای محکم‌کاری سازمان ملل را هم درگیر این توافق کردند. همین دل رئیس جمهوری ایران را بیش از حد به محکم بودن برجام قرص کرده بود. اینا بیشتر شعار هست. من بعید میدونم در مقام عمل اتفاق بیفته ایشون وقتی وارد کاخ سفید بشه، به دلیل اینکه این توافق یه توافق دو جانبه نیست که ایشون بگه من خوشم میاد یا بدم میاد. هدف اصلی ایران از عقب نشینی های جدی در برنامه هسته‌ایش رفع تحریم ها بود، تحریم هایی که حالا برگشتند. کمی پس از امضای برجام، رهبر ایران در نامه‌ای به حسن روحانی نوشت: در سراسر دوره 8 ساله وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات نقض برجام است و دولت موظف است فعالیت‌های برجام را متوقف کند. نیت اصلی ایران از امضای برجام برآورده نشده، اما با وجود همه نقدها به نظر می‌رسد دولت روحانی و حاکمیت جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند از عملی کردن تهدیدهایشان برای خروج از برجام چشم پوشی کنند. ایران گرچه از مزایای اقتصادی توافق محروم شده، ولی داره از مزایای سیاسی اون استفاده می‌کنه. در سفر اخیر حسن روحانی و جواد ظریف به نیویورک شاهد بودیم چقدر اونها از مشروعیت بین‌المللی که به دست آوردن لذت می‌بردن و چطور صحبت از حقوق بین‌الملل می‌کردن. چون اینجا آمریکاست که یک طرف از توافق خارج شده. ایران حالا میخواد نشون بده که از ایالات متحده بازیگر متعهدتریه. فکر کنم اونها همزمان دارن روی اینکه ترامپ در انتخابات آینده رأی نیاره هم حساب میکنن. ایران فکر میکنه میتونه 2 سال با تحریم ها کنار بیاد. ولی اگه ترامپ دوباره انتخاب بشه، اون وقت باید نگران خارج شدن ایران از توافق باشیم. در ایران در و دیوار هم پستی و بلندی رابطه تهران واشنگتن را فریاد می‌زنند. پستی و بلندی که از بی‌اعتمادی تاریخی نشأت می‌گیرد. بعضی تصور می‌کنن که کوتاه بیاییم در مقابل آمریکا. هر چی کوتاه بیاییم اونا جریدر میشن. حاکمیت ایران سال‌هاست می‌گوید 2 حزب عمده سیاسی آمریکا در مواجهه با ایران سیاستی واحد را دنبال می‌کنند. برجام اما فرصتی شد برای دیدن این تفاوت. ایرانی‌ها خیلی خوب از اختلاف نظرهای 2 حزب در آمریکا و اینکه چقدر جامعه 2 قطبی شده آگاهند. بله، جمهوری‌خواهانی هستند که عاشق ترامپند، ولی بعضی دموکرات‌ها هم ازش متنفرند. بنابراین اگرچه انتخابات میان دوره‌ای که در پیش هست سیاست خارجی آمریکا رو یک شبه تغییر نمیده، ولی برای ترامپ عواقبی داره. اگر دموکرات‌ها مجلس نمایندگان یا سنا رو بگیرن، ترامپ دیگه در کنگره قدرت مطلق نیست و مجبور به نظر دموکرات‌ها در مورد مسائل مختلف احترام بذاره. این یک کشتی هست که توش نشستیم. اگر شما بخشی از کشتی رو تخریب کردید، همه کشتی با هم غرق میشه. حسن روحانی دست کم تا 2 سال دیگر باید ناخدای این کشتی باشد. کشتی که حالا به فانوس نجات اروپایی ها چشم دوخته و در آبهای متلاطم سیاست بین الملل محتاطانه تر از گذشته پیش می رود. مجید افشار، BBC. اربعین امسال در عراق در حالی برگزار شد که تصور می‌رفت ایران در حال از دست دادن نفوذش در عراق است. از طرفی در شبکه‌های اجتماعی هم فضایی پیش آمد که گویی مردمان دو کشور هم دل خوشی از هم ندارند. در این میان دولت ایران و برخی گروه‌های تحت حمایتش که از برگزار کنندگان اصلی پیاده‌روی اربعین به شمار می‌آیند، تبلیغات گسترده‌ای برای مراسم امسال کردند. نفیسه کوهنورد و فیلمبردارش کرمانج هوشیار سفری داشتند از مرز مهران تا کربلا تا ببینند این فضا چه تأثیری بر حضور ایرانی ها در عراق و نگاه عراقی ها به آنها در این مراسم داشته. پیوستن به بزرگترین همایش شیعیان جهان برای ایرانی ها از اینجا شروع می شود. حالا حدود 15 سال است که صدها هزار نفر برای شرکت در پیاده روی اربعین هر سال از ایران به عراق سفر می کنند. خیلی ها این بار حامل پیام های تشکر از عراقند و شعارها و پرچم هایی برای اثبات وحدت میان دو همسایه.
از زمان سقوط صدام حسین مرز عراق و ایران موقع اربعین همیشه همین حال و هوا رو داشته، اما به نظر میرسه امسال این مراسم برای بعضی در دو طرف اهمیت ویژه دیگه هم داره و به عرصه‌ای برای نشون دادن رابطه گرم عراقی ها و ایرانی ها تبدیل شده به رغم همه حوادثی که در این مدت اتفاق افتاده. حدود دو ماه قبل بود که کنسولگری ایران در بصره به آتش کشیده شد و بعضی معترضان عراقی عکس‌های رهبر ایران را پاره کردند و سوزاندند. همزمان تصاویری در شبکه‌های اجتماعی چرخید که در آنها ادعا می‌شد با زائران ایرانی در عراق بدرفتاری می‌شود. ظاهراً در واکنش به بحث‌ها درباره استفاده جنسی عراقی‌ها از زنان ایرانی در مشهد. در مسیری که از مرز مهران به سوی کربلا می رویم اما انگار فضای دیگری در جریان است. راه پر است از موکب هایی که برای ایرانی ها برپا شده. اینجا بوی غذای ایرانی هم به مشام می رسد. ما الان در کوت داریم به زائرانی خدمت میکنیم که به کربلا میرن. درسته ما قیمه درست میکنیم و ایرانی ها هم درست میکنن، ولی اصلش نجفیه. اصلا ایرانیه. ایران و عراق یکیه. ما درست میکنیم و شما هم درست میکنیم. انشاءالله همه ما یکی هستیم. الان ببینید مثلا این شیخ از ایران اومده به ما کمک کنه. من ایران. این اتحاد میلیونی بین ایران و عراقی باعث شده که دشمن بیکار نشینه. چیزی که من دیدم، میبینید دیگه، شما با چشم خودتون دیدید، زوار براش مهم نیست ایرانی عراقی باشه. مثلا این موکب بعضی از غذاهایی که میپزه، چون بیشتر زوار ایرانی از مهران وارد میشه، اکثر غذا، اکثر خدمات ایرانی هست، طبق رسوم و آداب ایرانی را رعایت میکنه که به بهتر به زوار ایران بچسب پذیراییشون و تدارکشون. در این مسیر تعداد زیادی از موکب ها هم متعلقند به گروه های هشت شعبی، نیروهای مسلح شیعه که در جنگ با داعش نقش کلیدی داشتند و از حمایت مستقیم ایران برخوردارند. اینجا برخوردیم به خانواده مازندرانی که هر سال این موقع مهمان خانواده عراقی هند. اصلا نمیتونه به تصویر بکشه از مهمان نوازی، خدمتی که به امام حسین میکنن، واقعا اصلا نمیتونه تصویر بکشه. اینقدر زیبا، اینقدر خوب، واقعا خوبه. به عنوان برادر ما، یعنی اگر ما یه مقدار خوب هستیم، اینا فکر کنم 100 برابر ما خوب هستن. یعنی فوق العاده خوبن. این اگه خدمتی که در بالای ما کل ایرانی میکنه، اگر ما 112 ما خوبی کنیم، یک روز خوبی اینا نمیتونیم جبران کنیم. عراقی ها و ایرانی ها یکی هستند. عشق به حسین ما رو در همه عرصه ها متحد کرده. مثلا فرمانده قاسم سلیمانی نقش بزرگی در جنگ داشت. آقای خامنه‌ای هم گفت عراقی ها و ایرانی ها در نبرد با داعش و همینطور در سوریه برای محافظت از مرقد حضرت زینب متحد هستند. راهپیمایی اربعین اما تنها آیینی مذهبی نیست. سالهاست که این مراسم به نوعی به عرصه‌ای برای قدرت نمایی منطقه‌ای ایران تبدیل شده. این بیلبوردهای نونوار کنار جاده در مسیر پیاده روی زائران از نجف به کربلا، نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق را در یک قاب به تصویر کشیده. اما اکنون مدتی است که تاکید بر هویت عربی عراق و مخالفت با سیاست‌های ایران از بخشی از جامعه شیعه عراق بیش از پیش به گوش می‌رسد. طه فعال مدنی طرفدار مقتدی صدر است و در اعتراض‌های بغداد و بصره که شعارهای ضد ایران هم در آنها سر داده می‌شد شرکت داشته. بالنسبه للاعلام هو امر طبيعي وكل الزوار الايرانيين مرحب بهم. اینکه زائرها پرچم کشورشون رو حمل کنن طبیعیه و ما خیر مقدم میگیم به ایرانیا.
حسین مال هم است. ولی عکس رهبران ایران نه. اونا سمبل حکومت ایرانن و دیدن این عکس‌ها و انتشارشون در عراق به طور کلی و به ویژه در مناطق مذهبی و زیارتی اینطور تعبیر میشه که ایران هویت و قدرت خودش رو برتر از هویت عراق فرض میکنه. ایران با حمایت از احزاب فاسد سیاسی و شبه نظامی ها در مشکلات عراق نقش داره. بیشتر این فعالیت ها با هماهنگی با دولت عراق نیست. بعیداً عن تنسیق الحکومه العراقیه و الحکومه الایرانیه. بعضی احزاب سیاسی عراق و به خصوص حزب های غیر مذهبی هم گروه های تحت حمایت ایران را تهدیدی برای خود میبینند. مثل حزب کمونیست عراق در کربلا. هناك من يعترض من دول الجوار وخصوصا يعني وقتی ما پرچممون رو در کربلا نصب کردیم، بعضی‌ها در کشورهای همسایه به خصوص ایران و از طریق رسانه‌ها اعتراض کردند که چطور به حزب کمونیست اجازه میدین پرچم قرمزش رو در کربلا بلند بکنه. این یکی از مشکلات کمونیست‌ها در اینجاست و هزینه سنگینی هم به خاطر این تهدیدها پرداخت می‌کنه. کلاً تاثیر ایران در عراق و به خصوص کربلا رو چطور می‌بینید؟ و ايضا في كربلاء دعنت ايران الاحتلال و بريمر. ایران و آمریکا بعد از سال 2003 عراق رو به سمت جدایی قومی و مذهبی بردن. این چیزی نیست که عراقی ها بخوان. مثلا به رغم مذهبی بودن کربلا، در اصل این یک شهر فرهنگیه، اما یک عده از بیرون شعار میدن که راه آزادی قدس از کربلا میگذره. ما این شعارها رو قبول نداریم. شاید در حال حاضر به خاطر فضای موجود کسی چیزی نگه، ولی بالاخره زمانی ما این شعارها رو با قاطعیت رد خواهیم کرد. الوضع الحالی ممکن انه تتمرر هذه، لكن مستقبلا احنا نرفضها رفض تام. دیدگاه و مذهب شیعه همواره نقطه اشتراک بسیاری از مردمان عراق و ایران بود و کربلا از سده‌ها پیش محل رفت و آمد ایرانی ها. اینجا در دفتر آیت الله صادق شیرازی غافل گیر می شویم. خیلی خوش اومدید. ممنون، مرسی. اینم بفرمایید فسنجون. دست شما درد نکنه، مرسی. فسنجون مثل اینکه خیلی مشهوره توی کربلا ها. بله بله، یکی از غذاهایی که مورد علاقه خانواده های کربلایی هست فسنجون. از کجا اومده؟ از ایران یاد گرفتن؟ نه، کربلایی ها میگن کربلاییه، ما میگیم ایرانیه. فسنجون معمولا قدیما چون اینجا خلیط بود بین فارسا و عربا چون ساکن بودن و این یک غذای سنتی شده، فسنجون با سبزی، با قرمه سبزی. بله. بهش میگن ولی سبزی. بله، ما میگیم سبزی و رو این حساب مردم خیلی دوست دارن. ما معمولا تو هیئتمون چند بار درست میکنیم میدیم به مردم. آیت الله شیرازی اما از منتقدان حکومت ایران است و نمایندهش در کربلا میگوید باید حساب مردم دو کشور را از حاکمانشان جدا کرد. سیاستمدارای عراق و ایران باید برادری بین مردم دو کشور را حفظ کنند. ما با مردم ایران یکی هستیم، با مردمش، اما با حکومت ایران اختلاف نظر داریم. بعضی ها میان اینجا و میگن برای حسین اومدن، اما از این موضوع برای اهداف دیگه استفاده میکنن. این در حالیه که هم در عراق و هم ایران ظلم و نقض حقوق بشر زیادی وجود داره. اما تو راه که میومدیم تعداد زیادی تصاویر آقای خمینی و آقای خامنه ای رو دیدیم. عراق درهاش بروی همه بازه، همه وارد میشن و حق این رو دارن که آزاد باشن، ولی بعضی ها متاسفانه دارن از این آزادی سوء استفاده میکنن و داخل عراق کارهایی میکنن، مثلا نمادهاشون رو به رخ میکشن. تو چرا این عکس ها رو اینجا میذاری؟ مثل اینکه من بیام عکس رهبران آمریکا رو اینجا بذارم، بر چه اساسی؟ یا مثلا ما نیرو میفرستیم سوریه و لبنان، بر چه اساسی؟ مگه عکس رهبران و مراجع ما در جای دیگه ای هست؟ حب الحسین یجمعنا، یعنی حسین ما را گرده هم می آورد. شعاری که امسال بسیاری از ایرانی ها و عراقی های غالباً حامی حکومت ایران بر آن تاکید می کردند. با همه بحث ها بر سر رابطه ایران و عراق، به گفته مقامات دولتی ایران باز هم نزدیک 2 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین به کربلا آمدند. مراسمی که به بزرگترین نماد و رژه اسلام شیعی تبدیل شده و میتواند اینطور میلیون ها شیعه را از سراسر جهان دور این حرم جمع کند. تصویری که خواه نخواه
برای دولت جمهوری اسلامی ایران و حامیانش پیروزی چشمگیری در منطقه به حساب می آید. حتی اگر همه آنها که اینجا جمع شده اند، لزوماً طرفدارشان نباشند. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، کربلا. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.